دوره ویژه دارم خدمت همه شما دوستان و عزیزان امیدواریم که بتونیم در اینستاگرام برنامه رو داشته باشیم من تا متاسفانه میبینم که اینستاگرام ما انقدر حملات میکنن این آدم خندش میگیره به هر روی فعلا نمیتونم برنامه در اینستاگرام داشته باشم تا اینستاگرام جدید درست کنم اتفاقات 48 ساعت گذشته رو دارید میبینید تظاهراتی که داره در ایران اتفاق میفته من اعتراضات مردم رو کاملا به حق میدونم اما زمین بازی زمین نیست جوری چیده شده که محور شرارت ابری عربی غربی دشمنان تمدن ما پارسیان ما ایرانیان ما آریایی نژادها این زمین بازی رو چیدن من سالهاست به شما میگم رسانه سعودی اینترنشنال دروغ بهتون نمیگم اینها رو نمیخوام با اون فهمی که آقا دشمن سازی میخوام بکنن دشمن خیالی دشمن فرضی میخوان کارشون رو جلو ببرن من با این فهم نمیخوام باهاتون این مسئله مطرح من همیشه دنبال رئالیسم بودم همیشه دنبال حقیقت بودم و برخلاف خودم هم حتی اومدم من یکی بهم گفت آقا با مشکل دارم امید گفتم با کجا موقع آره من با یه چند درصد از افکارت مشکل دارم گفتم خیلی جالبه ما پنجاه درصد افکار خودم مشکل دارم گفتم اگه میشه آدم با 50 درصد افکار خودش مشکل داشت بشه گفتم آره من با 50 من اگه امید دانایی که خودم میشناسم باشم نه از خامینه ای بعد جای دفاع میکردم نه از سپاه باید دفاع میکردم نه از این مثلا من اگه برانداز دونرو باشم براندازی هم باشم که اگه حکومت چند شد هم اما مثلا این باورهای مذهبی رو به صورت غیر هوشمند غیر هوشمند یعنی با یک خشونت واقعا مطلق فیزیکی همه رو از کشور بیرون بکنم اما وقتی که مسائل رو نگاه میکنم و من آدم رالیسی هستم مجبور میشم 50 درصد مخالف خودم باشم بیام برنامه رو اجرا کنم که اللحاظ احساسی و میل درونی مثلا باشم هماهنگ نیستم من خودم با خودم مشکل دارم و طرف میگه آقا من با تو مشکل دارم آقا من خودم با خودم مشکل دارم ولی خیلی سخته شما حاضر بشی که خلاف عقاید خوده به خاطر رالیس و حفظ یک چیز مقدسی که در ذهنته حالا اون چیز مقدس در ذهن من ایرانه در ذهن من ماهیت ایران و منافع ملیله و به خاطر این ماهیت و منافع ملی ایران من مجبور میشم خلاف سلایق خودم موضع بگیرم کجای کاری؟ معلومه که بعد مشکل داشته من خودم هم خودم مشکل دارم اما از روی این مسائل نبوده که تا به امروز گفتم ایران اینترنشنال این مال است. تمام تظاهرات داره پوشش دقیق خبری میده خب همه ها دارن الان این کارو میکنن اما ایران اینترنشنال مدل دیگه ای داره این تظاهرات رو پوشش میده تک به تک ویدیوهایی که در دا ایرانه داره به زبون عربی ترجمه میکنه و شدید مانو داره میره رو شعار نقزه نه لبنان جان ایران به عربی نوشته ببینید ایران اینترنشنال عربی توییتشه و اینجا شعار نشه لا قزد لا لبنان یا فدال ایران خب داره میگه این شعار رو دادن و دارن به خاطر بنزینه و در بهبهان این شعار داده شده در بهبهان ایران جنوب شرقی ایران حتی منطقه رو نوشته شما مثلا به بهان وقتی که تو بی بی سی میگن یا مثلا تو خبرگزاری فارس چه اینوری چه اونوری میگن موقعیت جغرافیایی شه دیگه بی بی سی نمیگه یعنی ببین اینا چقدر حرفه ای تر در این حوزه دارن کار میکنن نوشته به بهان جنوب شرقی ایران قشنگ داره به مخاطب سعودی خودش جا میده خب اومده و داره روی این شعار مانوف میده و عزیزانی که در خیابون فکر میکنید دارید حال عربا رو میگیرید آقا ما ایرانی ها یک عرب ستیزی وجودمونه به خاطر هزاران داستان تاریخی که خودتون میدونید منم هم میدونم هممونم هم من هم خوب میدونید منتها بعضی سر خودشون رو میخوان کلا بزنن یه سری چیزای مسخره میگن که ما با آغوش باز پذیرفتیم نمیخوام بازش کنم و اون حس ناراحتی که ما از عرب ها داریم خب عربای سعودی است حالا سر کی خالی میکنیم سر لبنان و غزه داریم خالی میکنیم میگیم لا لبنان نه نه لبنان و فکر میکنیم داریم مثلا حال عربا رو میگیریم ای دل قافل ای دل قافل چقدر ما مردم باید همیشه بازی بخوریم ببینید عرب های سعودی خوشحال اینترنشنال ترجمه کرده و خیلی جالبه تون بگم من وقتی که داشتم نگاه میکردم کیا این پست اینترنشنال رو لایک کردن همه شما عربستان سعودی پرچم عربستان سعودی است ببینید شما این مال عربستان سعودی است تماما چهره ها نگاه کن این مال عربستان سعودی است میبینید تمام اینایی که لایک کردن اینجا مال عرب همه پرچم عربستان برید نگاه کنید من دروغ بهت میگم دارم بهت ماهیگیری یاد میدم برو اینترنشنال عربی پستا ببین کیا دارن لایک میکنن کیا خوشحالن تا داری شعار میدی نه غزه نه لبنان فکر کردی حالا عربا رو گرفتی اصل عربا از نظر ژنتیکی که سعودی ها هستن دارن به شکن و بالا بنداز میکنن عرب های سعودی اسرائیل جریان ابرید تمام اینا خوشحالن و حتی به حتی برید تو کامنت ها ببینید تو حتی توی لایک ها ببینید برخی از مردم قربگرای لبنان خوشحالن تو توی شعار میدی نه لبنان طرف قربگراست آخه ما فقط اینجوری نیستش که ما تو ایران خائن داشته باشیم یه عده دنبال باستن نتانیا و ترامپ و اینا باشن همه مثلا همه دنیا سعید قاسمی نجات ها هست مال بنیاد دموکراسی ها در حد سعید قاسمی نجات هر کشوری بالاخره چند تا پوفیوز تخم حروم داره که حامی اسرائیل باشه مرتیکه حامی اسرائیل و حامی ترامپ میگفت ترامپ بیاد مثلا بیاد کارمون انجام بده آره ترامپ شما هیچ غلطی نمیتونه بکنه ترامپ شما از سال 96 بهتون قول داده اینترنت مجانی براتون درست میکنه تا همین الان هم بشینید که انجام بده آقای پمپو بالا میشه میاد با خوشحالی میگه ما از در ایران حمایت میکنه حمایت چجوری جوری چه غلطی میخوام بکنن هیچی فقط تحریم میکنه همین مردمی که تو کف خیابون ریکدن. اینا رو تحریم میکنه. اینا بشن اینا رو میندازن نگاه ای آقای پمپو به ملت ایران نگاهی است که انسان به سگ داره نگاه پیمب... نگاه آمریکایی به ما نگاه کسی است که به سگ داره سگ و گشنه نگه میداره سگ پاسبان سگ پاسبان و سگ شکاری و گشنه نگه میدارن که براشون بتونن خوب پاسبانی بدن نگاه پمپو به ما مردم ایران اینه چرا نمیفهمی ما رو داره گشنه نگه میداره ما رو تحریم میکنه تا ما رو به کف خیابون بریزه براش تظاهرات کنی بعد میگه من حمایتتونم میکنم و تا اگه حمایت میکردی مردم و گشنه تشنه با این تحریما نگه نمیداشتی البته بگم مردم ایران گشنه و تشنه هم نیستن بیشتر حس گشنگی و تشنگی رو از طریق رسانه ها از طریق بی از طریق من اینا انتقال دارن میدن انتقال حس بدبختی است وگرنه اینجا نیست مردم ایران الان بدبخت باشن حس بدبختی بیشتر از مشکلاتی است که الان این مردم باش دست به گریبانن میان اینجوری میکنن نگاهش به ما یک نگاهی است که انگار داره به سگ پاسبون خودش نگاه میکنه گشنه نگرد و سگ رو تشنه و گشنه نگرد و تا برات خوب بتونه کار انجام بده و این نگاه کثیف آمریکاییاست به ما آمریکایی ها که دارم میگن منظور آقای پمپو آقای ترام اتاقهای فکرشونه در راستای مسائل چینش امنیتی و مهندسی سیاسی سی در دنیا این نگاهشونه و شما میبینید حتی در لبنان تا داری شعار میدی نه غزه نه لبنان دیدم آقا طرف با پرچم لبنان پروفایلش داره خوشحالی میکنه از این شعار تو چون خائن فقط ما ندادیم که اونام دارن خائن های اینجوری دارن که قرب گدا باشن کلی از این لبنانی ها اتفاقا من دیدمشون خیلی هاشون اصلا تو باغ نیستن نمیفهمن نمیفهمن بدتر از مردم ما خیلی از این لبنانی ها تو باغ نیستن اینا رو نمیفهمن چی ما داریم چی میگیم و اونا میان و خوشحالن تو داری شما میری نه غزه نه لبنان طرف لبنانیه لبنانی که مخالف حزب الله لبنانی که اونجا اعتقاد داره باید کشورش مثلا تسلیم بشه کاملا در راستای اسرائیل و حتی مثلا میگه اسرائیل بیاد ما رو بگیره چه اشکالی داره این لبنانی خوشحاله این مدل لبنانی خب حالا عکسای دیگه نگاه کنید تماما عکس محمد برن اینا همه تک به تک لایک زدن ها اینترنشنال سعودی رو اینترنشنال به زبان عربی نامش چیست بذار از اول نشون بدم بله اینترنشنال ایران اینترنشنال عربی این پست نغزه نه لبنان لایک کردن بله دارید میبینید همه عرب عکس پادی... این خلیفه سعودی رو گذاشت اینا که پا... لیاقت پادشاهی ندارن که خلیفه دارن بله این یکی سلطان بن اینا همشون اکانتایی است که حامی عربستان سعودی است چند تا بهت نشون بدم همه رو عکس گرفتم نگاه کن میخوام نشون بدم تا صبح بعد بت نشون بدم اینا همینقدر بس دیگه خودت برو نگاه کن اینگونه دارن با همون کار میکنن ایزان تمام اگه این فکر میکنی این شعار در راستای میهنته ببین چرا دشمنان وجودی ایران خوشحالن دشمنی سعودی با ما دشمنی چهل ساله است نه به دشمنی است به قد یک تاریخ دشمنی است حداقل 1400 ساله دارید میبینید قبل از این داستان ها همیشه در دوران ساسانیان این سعودی ها به ما حسادت های خودشون رو داشتن اصلا نصف اینکه این اسلامشون تونست موفق بشه به خاطر حس تنفر به ایران بود انقدر از ما تنفر داشتن ما داشتی داشت با رومی ها می آقا رومی ها کافرن ما هم کافریم حالا اینجا الان درگیر بشیم با این بچه مذهبی خودمون تو باق نیستن ما میدونیم چرا شیعه شدیم مسلمون نشیم حالا الان گیر دوستان شیعه میافتیم و همه چیز واقعا باورشون شده رومی ها کافر قدید اینا ما هم کافر ما جنگیده بودیم عرب های سعودی قریش و غیره نگران بودن ایران بتونه رومو ببره حسادت میکنه ببینید ببینید حسادت یک بحثی بسیار تعالی ببینید نصف این دشمنای من اینا دعوی سیاسی سی با در بزرگ تا کوچیکشون بزرگشون برو تا این نوریزادو و امیر احمدی تا کوچیکاشون همهشون به لباس پوشیدن من گیر میدن خب خیلی جالبه حالا ما لباس پوشیدن و یه لباس معمولی هم داریم میپوشیم حسادتشون به خاطر مثلا اینه که من خوب میپوشم خوب میگردم خوب مثلا حسادتش به اینو دیگه نمیره مثلا خودش رو قوی کنه حسادتش به منه تو این زنه اون زمانم عرب ها عرب های سعودی حسادتشون به ما ایرانیا بود ما داشتیم با رومی ها می جنگیدیم اینا نگران بودن ایران پیروز بشه از رومی ها اومدن به این محمد پیامبر اسلامی خودشون گفت آقا تو رو خدا ایرانی ها پیروز نشن چی میشه فلا میشه محمد گفتن نگران نباشید به خود... امیدواریم خدا رومی ها رو پیروز کنه همونجا هم یه آیه نازل کنه البته خب چون ما ستون پنجم داشتیم دیگه سلمان فارسی ستون پنجممون بود به این گفتش که نه ایرانیا شکست خوردن فلان شده حالا سلمان فارسی داستانش طولانیه نمیخوام وارد شم بگذریم سوره روم داریم توی قرآن آقا سوره روم اصلا یکی از بزرگترین دشمنیای من با کلیه من من, من دشمن خدا دشمن پیغمبر دشمن هر آن چیزی که با ایران باشد میشوم خدا هم اگر خدا حتی خدای واقعی که وجود داره نه حالا الله که بوت اسلامی و غیره اینا نه اصلا خدای واقعی اونم مشکل با کشور من داشته باشه میخوام اینم ته داستان ملی گرایی با خدا هم مشکل دارم اون وقت فقط برای ما ایران مهمه و میان اونجا میگه که نه به یاری خدا و اینا چیز میشه رومی ها پیروز میشن سوره روم و رو نازل میکنه و عرب ها خوشحال میشن آقا اینجا دم خروسشونه که شما اگه واقعا بحثتون مثلا یک پرستی که همونم هزاران نقد ما بهش داریم چه اشکال داره یکی یک تا پرست نباشه حالا حالا شما یک تا پرست ها چه گلی به سر دنیا زدید که اون کسی که دوالیستی یا حتی خدای سیالیستی رو قبول داره اونا مثلا نزدن شما که پدر دنیا رو در آوردید شما که هوادار خدای یگانه و اینا هستید که زدید پدر همه در که هم دیگه این همه کشتید. حالا بگذریم بحثای فلسفی رو نمیخوام داشته باشم میان خوشحالی میکنه سوره روم نازل میشه یعنی دشمنی سعودی با ما اینقدره که مجبور میشه محمد پیامبر اسلام برای اینکه این عرب ها رو آروم کنه حمایت کنه از روم بگه آقا رومیا پیروز میشن و آیه سوره نازل سوره روم بکنم سوره 33 سی و سی و سی و قرآن اگر اشتباه نکنه سوره روم رو نازل میکنه با هر دو چیز بودیم کافر بودیم من نظر شما چرا رومیار خاطر حسادت به ما ایرانی است خب با این توجه حسارت گسترده سعودی به ایران تو شعار میری نه غزه نه لبنان نمیدونی هم لبنان ایرانه هم غزه بعد ببین کی خوشحال شده این چهره ها خوشحال شدن داری میبینی دیگه اینا این چهره همینجوری بزنی این چهره های عربی خوشحال شدن شعار اومده ترجمه کرده عرب های سعودی اومدن همشون دارن لایک میکنن و چقدر شر کردن که آقا ایرانیا شعار دارن نه غزه نه لبنان چقدر خوب فکر کردی الان حال مثلا داری عقدت خالی میکنی یا بی سوادی چمشیر بر خودی کشیدی ار رو ناآگاهید ناآگاهی که حاصل هم دوران پهلویز هم دوران جمهوری اسلامی همین جمهوری اسلامی کم خیانت نکرده تو این حوزه مردم رو ناگاه نگه داشته طرفش فرانسه کجاست و اینا تمام شهرهای فرانسه رو برات میشموره یه عملیات تروریستی تو فرانسه میشه همه پروفایلاشونو میکنن پروفایل فرانسه ولی کشور رو نمیشنسه عراق رو نمیشناسه لبنان رو نمیشنسه سوریه رو نمیشناسه ملت مشکل دارن نه مگه تو مدرسه به جای اینکه میان به ما بگن آقا سوریه چه خبره لبنان چه خبره اینا چه خبره هم هم دفاعشون از فلسطین هم آخه خاک بر سر جمهوری اسلامی کنم دفاعش از فلسطین هم اینقدر با فهم مذهبیه که مردم ببخشید بالا آوردن حتی نه ایمده فلسطین رو درست برای ما توضیح بده که چرا ما باید به هزاران دلیل از فلسطین دفاع کنیم به هزاران دلیل که اتفاقا هیچ کدوم از این دلایل یک بار شما در جمهوری اسلامی نمیشنوید در جمهوری اسلامی تو هم میبینی آقا مسجد و مثلا قدس و فلان و اینا همش قدس رو نشون میده برای خود آی فلان این این که شاید امام زمان از اینجا ظهور کنه خب مردم بهش نمیان جز نمیشن که مردم رو در ناغایی گذاشتی مردم ناغای منفری به رسانه های جریان اصلی فارسی زبان قرب می‌خورن میخورن بندگاه های تقریبا افتران جنگ نرم سرویس های امنیتی چون MI6 و چون استخبارات عربی همین اینترنشنال مال استخبارات عربستان دیگه نمی‌کنید این که اینجا داره به عربی این افسر جنگ بنگاه جنگ استخبارات عربستان علی ملت ایرانه خب من رو من به اینجاشو نمیدونن خبر ندارن فکر میکنه داره الان مثلا علاوه تاریخی که خب این عرب های انقدر ما حسادت داشتن با ما بعد بودن این حس دشمنی ما با خود عرب های سوری در تاریخ شکل گرفته اون وقت ما فکر میکنیم از عراق بگیر تا سوریه بگیر تا لبنان بگیر همون عرب است در حالی که نمی اصلا مردم لبنان و مردم سوریه و مردم عراق اصلا عرب نیستن خوب شد ما آمدیم خارج این مردم سوریه و لبنان رو دیدیم چقدر انسانهای با کلاسی چقدر اهل دل چقدر قرتی هن. اصلا اینا هر چیشون میخوره به به هر چیزی میخوره الا به اینکه عرب باشن اصلا عرب نیستن عرب زبانن چه مثل مردم آذربایجان ما ما ترک نداریم تو ایران ترک زبان داریم اینا همه ایرانی هن. همه آدم هن که هن خارج از بحث مغولیسم و بحث ترکیسم هستن همه ایرانی هن. زبانشون ترکیس به خاطر که دشمن حمله کرد زبانش جا گذاشت هرکی به هر زبان میرون مثل چی میمونه آقا طرف میگه نه وقتی ما ترکی صحبت میکنیم حتما ترکیم دیگه پس لبنانی ها عراقی ها دارن عراقی صحبت میکنن حتما عرب دیگه عراقی میگه عربی صحبت میکنه حتما عرب دیگه نه اسپانیا رو مثال میزنم تمام آمریکای جنوبی دارن اسپانیایی صحبت میکنن آیا الان در بولووی الان در شیلی الان در چه کوبا خیلی از اینا دارن اسپانیایی صحبت میکنن کوبا رو نمیدونم در آره کوبا و آرژانتین و اینا همه دارن اسپانیایی صحبت میکنن در آمریکای جنوبی همه کشور اسپانیایی صحبت میکنن اینا اسپانیایی نه اسپانیا قدرتش رو داشته رفته اونجا رو مستعمره کرده زبونش اونجا جا گذاشته زبونش اونجا اشاعه داده داستان همینه مگر نه اگه تو بدونی مردم لبنان و سوریه و عراق اینا چقدر به ما نزدیکن و بعضا مثل مردم عراق که اصلا یک نژادی در سوریه و لبنان هم که اونا حوزه دار. درسته یک نژاد نیستیم ولی در سوریه و لبنان حوزه تمدنیمون بوده نزدیک به ما اون وقت ما میایم شعار مییم نه غزه نه لبنان دل تمام این سعودی هایی که دشمنی تاریخی با ما دارن انقدر دشمنی تاریخیشون عمیقه که سوره روم نازل شده در دفاع از رومیهای رومی های کافر اون موقع خب باید این داستانه بخش این بخش برنامه رو میبندم سواس که توجه کردید خیلی ممنون و این بخش برنامه رو پاینده ایران بدرود